قاچاق نیکل به ایران توسط دلال رژیم آخوندی در استرالیا و نقض تحریم ها. اطلاعیه کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، 3.5 میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی. حمله پهپادی شبه نظامیان حوثی به 2 مجتمع نفتی عربستان سعودی. یک دلال رژیم آخوندی در استرالیا اقدام به قاچاق نیکل به ایران و نقض تحریم‌های آمریکا کرد. خسرو سجادی متهم است اسامی ایمیل‌ها را تغییر داده و اسناد ارسالی با کشتی را عوض کرده و رابطه خود را نیز مخفی داشته است، در حالی که فلزات تکنولوژی پیشرفته را در نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد به ایران ارسال می‌کرده است. مایکل مکیو دادستان استرالیا روز جمعه به دادگاه عالی این کشور گفت سجادی بر ارسال آلیاژهای نیکل نظارت داشته است. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای با استناد به اعتراف تکان دهنده علی خدایی عضو شورای عالی کار رژیم آخوندی که گفت 3.5 میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت دارند که آمار آنها در هیچ جا نیست اعلام کرد این اعترافات گوشه‌ای از وضعیت فاجعه‌بار میلیون‌ها کارگر ایرانی را برملا می‌کند که در وخیم‌ترین شرایط معیشتی و اقتصادی به سر می‌برند. مقاومت ایران، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کارگران و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را به محکومیت سیاست‌های ضد کارگری رژیم آخوندی و حمایت از حقوق کارگران محروم ایران فرا می‌خواند. فاکس نیوز با استناد به اسنادی که توسط مقام‌های شورای امنیت ملی آمریکا بررسی شده، گزارش داد از مجموع 18 صندوق بازنشستگی موجود در ایران، 17 صندوق از جمله صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح رژیم ایران از لحاظ مالی ورشکسته هستند و در آستانه فروپاشی کامل قرار دارند. به گزارش فاکس نیوز، علاوه بر این، نشانه‌هایی از بحرانی فزاینده در بازار املاک و مسکن ایران به چشم می‌خورد. ساعت 3 بامداد روز جمعه ماموران شهرداری رژیم در پیرانشهر با لودر به دکه های میوه فروشان پارک کودک حمله کردند و حدود 40 دکه دست فروشان را تخریب کردند. ماموران شهرداری رژیم همچنین تعدادی گاری فروش میوه را نیز غارت کردند. هیل نشریه کنگره آمریکا طی مقاله‌ای به قلم دکتر ماریان رایان، مدافع حقوق زنان و حقوق بشر و همسر رودی جولیانی نوشت، سران رژیم ایران حقوق اساسی بشر را برای مردم ایران به ویژه زنان انکار کردند. به مدت 40 سال جنبش طرفدار دموکراسی ایران، علی‌رغم اقدامات تلافی‌جویانه مکرر و شدید توسط رژیم ایران، همچنان فعال باقی مانده است. زنان ایران یک نقش بی همتا در قیام ها بازی کردند. من در ژوئیه فرصتی برای سفر به آلبانی داشتم. همراه با 350 تن از شخصیت های سیاسی از 47 کشور که طیف گسترده ای از وابستگی های سیاسی را در بر می گیرند. با بسیاری از زنان شجاعی که از سرکوب وحشیانه ملاها جان سالم به در برده بودند دیدار کردم. بسیاری از آنها گفتند که سالها در اتاقهای شکنجه رنج می بردند. آنها مرا در سرگذشت خودشان شریک کردند و رنج‌ها و داستان‌های از دست دادن عزیزانشان را برای من بازگو کردند. رسانه‌های دولتی در عربستان سعودی صبح روز شنبه از یک حمله پهپادی شبه نظامیان حوثی به تأسیسات شرکت ملی نفت این کشور آرامکو خبر دادند. خبرگزاری عربستان سعودی تأکید کرد آتش‌سوزی‌های ناشی از این حملات مهار شده و شرایط در 2 مجتمع نفتی یاد شده به حالت عادی درآمده است.